درباره اوضاع ترکیه، بنبست اردوغان و مسئله اوضاع سوریه با رفیق و همکارم رفیق مجید داروبیگی گفتگویی رو سازمان دادیم. سلام بر تو مجید جان. سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. رفیق مجید، بسیاری از بنبست اردوغان صحبت میکنن، از صلح با پکاکا تا جنگ با حزب دموکراتیک خلقها. ما در روزهای گذشته بعد از اون بمب وحشتناکی که روز شنبه منفجر شد، شاهد بازداشت رهبران و شهرداران و اعضای حزب دموکراتیک خلقها بودیم که نقطه اوج اقدامات دولت ترکیه است بعد از کودتای شکست خورده‌ای که به قول آقای اردوغان یک نعمت الهی بود برای او که بتونه زمین سازی ها رو برای سرکوب حزب دموکراتیک خلق ها و کردها و سازمان بده. ما شاهد لغو مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس بودیم و کودتای ماه ژوئن دقیقاً امکان عملی سرکوب همه جانبه مخالفان سیاسی AKP و از گرونیستا و مطبوعات مستقل تا دانشگاهیان و جامعه مدنی رو برای اردوغان و حزب اسلامی و دولت اسلامی در واقع به ارمغان آورد. این موقعیت چطور هست؟ یعنی شما چطور ارزیابی میکنید این مجموعه رو و اخبار رو چطور دنبال کردید؟ نخواستیم که وقتی از بنبست در واقع دولت اسلامگرای ترکیه صحبت میشه، صحبت از یک بنبست تاریخی است، یعنی تناقضی که پایبندی به ایدئولوژی اسلامی و دموکراسی داره. حزب اسلامگرای ترکیه به عنوان یک حزب دموکراتیک و پایبند به دموکراسی زمام امور را به دست گرفته، اما در ظرف 12 سال گذشته قدم به قدم رهبری این حزب که از اون باشه و در واقع گردانندگان این حزب گام به گام از دموکراسی فاصله گرفتن و به سمت یک حکومت سرکوبگر خشن از نوع جمهوری اسلامی عربستان و دیگر کشورهای یا سودان یا کشورهای از این گونه پیش میرن. نخست این که بیش از 90 سال از زمانی که کودتای آتاتورک صورت میگیره تا سال گذشته که در واقع آتش‌بس 2 ساله را با حزب کارگران و ترکیه به هم میزنه، عنوان یک کشور سکولار نامیده میشه. ولی در ظرف 2 سال گذشته قدم به قدم اینها اسلامی کردن تا جایی که دم از قانون اساسی اسلامی میزنن و تلاششون هم این است که ترکیه را تبدیل کنن به یک کشور اسلامی. اون چی که الان اروپایی‌ها از دیکتاتوری دم میزنن یک نشانه بارزه از این که چرا یک حکومت به اون چارچوب‌های دموکراتیک پایبند نیست. نخست این که این حکومت یک حکومتی است که فساد از فرق سر تا کف پاشو گرفته. پرونده فساد این حکومت در دادگاه‌های ترکیه اگرچه خاک می‌خوره، اگرچه خوابوندن، اما صحبت از سوء استفاده‌های کلان هست. تقریبا تمام دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی نیمه خصوصی، خصوصی شهرداری‌ها به این اعتبار، همه اینها را گرفتن خصوصی کردن و دارو دسته خودشون با یک بهای خیلی کمی اینها را در کنترل گرفتن و هر حکومتی که سر کار بیاد، همونطوری که در ایران امروز یقه احمدی نژاد را میگیرن که چه پولهایی را به غارت برده، چه سرمایه هایی را به غارت بردن
و چقدر فساد داشتن، همین مسئله در مورد اینها هم حاکمه. در نتیجه اینها تلاششون این است که هرگز دست از حکومت بر ندارن، حتی اگر دو دوره حکومتشان به پایان برسه به شکل دیگری حکومت را در دست نگه داره. خب این یک مسئله است، مسئله فساد. مسئله دوم مسئله چند ملیتی بودن ترکیه هست. ترکیه در واقع غیر از کردان که تقریبا یک چهارم جمعیت و یک چهارم وسعت خاک اون کشور را در بر دارن و هنوز از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند، ما شاهد حضور اقلیت های دیگری هستیم. ارامنه هستند، آسوری ها هستند و ترکمن ها هستند و جریان های دیگر. حتی آذری های ترکیه هم خودشون را به عنوان یک اقلیت تلقی میکنن که اگرچه ترک زبانن اما زبانشون با ترکیه استانبولی متفاوته و مذهبشون هم اغلب شیعه است و مرزبندی دارن. خب این یه طرفه. طرف دیگر در اون کشور یک اقلیت بزرگ علوی هست که صحبت از جمعیت 10-15 میلیونی علوی ها میشه که ترکیب نیست از ترک و ترکمن و کرد. این مجموعه اگر قرار است که جامعه دموکراسی باشه بایستی هر کدام به سهم خودشون در این جامعه نقشی داشته باشن. در پیوند با کردها حداقلش این است که میبایستی به یک نظام فدراتیو دموکراتیک دست کم تن بده. اما قدم به قدم اقدامات اردوغان و حزب اون کردها را به اونجا گذاشته که جریان‌های تندرو بتونن زمان و امور را در دست بگیرن. انفجار عظیمی که روز شنبه صورت گرفت و 38 تن از پلیس و عواملشون را کشت، اولا اینکه چه حزب کارگران کردستان و چه جریانی که از اون جدا شده تا الان تلاش کردن که فقط به نیروهای نظامی و انتظامی حمله کنن، تا به حال تلاش کردن هیچ غیر نظامی را، هیچ تلفات غیر نظامی را بر جا نذارن، در حالی که ارتش و پلیس در شهرهای کردستان غیر نظامی ها را به گلوله میبنده، کودکان و زنان را به گلوله میبنده. او چه که در یک انفجار صورت گرفت با دو خواست مشخص، یکی این که در واقع دولت دست از سرکوب کردستان برداره، دوم این که اوجلان را که از سال 99 تا به حال در زندان است آزاد کنه. این دو خواست بدون چون و چرا خواست جمعیت 18 تا 20 میلیونی کردستان ترکیه و سایر مردم کرد و بسیاری از نیروهای مترقی منطقه هست که فردی که 3 سال تمام با اینها در تماس بوده، قرارداد صلح با این امضا کردن، به چه حقی این را کماکان در زندان نگه می‌دارن و تلاش دارن شاید در آینده اگر بتوانم قانون اعدام را جاری کنم و قانون اعدام را عطف به ما سبب کنم، یکی از خطرها این است که دست به چنین جنایتی بزنم که هر جنایتی بالاتر است. خب بسیاری میگن که این خود در واقع مسئله حمله‌ای که داره در واقع دولت ترکیه داره انجام میده به بهانه این بمبگذاری در واقع داره هم مسئله زمین سازی تغییر قانون اساسی رو سازمان میده و هم در واقع با این سرکوبی که شد میخواد رابطه تشکل یافته و منسجمی رو که حزب دموکراتیک خلق‌ها با مردم کردستان و بسیاری از نیروهای ترقی‌خواه ترکیه داره رو چیه به هم بزنه. تا حد زیادی وزن و آرایش نیروهای سیاسی اجتماعی که دوربر این حزب در واقع خودشون رو سازمان دادن
و تونستن مانع بسیار مهمی برای در واقع قدرتگیری کامل اردوغان بشن رو، که از این نظر در واقع این زمینه رو فراهم کردن که این سرکوب رو سازمان بده، و در عین حال با اعدام، احتمال اعدام در واقع اوجلان، امکان اینکه سرکوب نظامی پکاکا و جریان حزب دموکراتیک رو با قاطعیت بیشتری دنبال بکنه اون هم هست. یعنی این نگرانی ها چیه وجود داره، هرچند همه بر این باورن که این در واقع سیاست دولت ترکیه ناشی از شکست بسیار روشن این حزب در سوریه است، شکستی که نتونستن علی رغم سرمایه‌گذاری های استراتژیک و بزرگی که برای سر نابودی رژیم اسد گذاشتن، برای مهار روژوا در کردستان ترکیه گذاشتن، این در واقع و نیروی عظیمی که برای تقویت و عروج و تقویت داعش کردن، همه اینا شکست خورده. ما شاهدیم که دولت سوریه داره در واقع داعش و نیروهای چیز رو از حلب و بیرون میکنه، حلب رو در گرفتن، در بسیاری از جاها میشه گفت که داعش در حال یک موضع تدافعیه، و در مجموع همه اینها خود اون آماده سازی های دیپلماتیک و نظامی که ترکیه برای مداخله مستقیم در عراق داشت و اینها، تا حتی تا درگیری نزدیک با عراق هم پیش رفت، این مجموعه رو شما چجوری بررسی میکنید؟ یعنی چطور میبینید؟ آیا احتمال این قضیه هست؟ چه وظیفه حداقل نیروی اجتماعی و سیاسی چپ و ترقی‌خواه ایرانی در قبال این موقعیت چه هست؟ خصوصا که دوره خیلی وحشتناکتری رو چه شاید ما بتونیم ببینیم از این نظر. به سوریه که اشاره کردم، ماجرایی که الان در ظرف یک سال گذشته به طور اخص و در 5 سال گذشته به طور اعم در شهر حلب گذشته، نشون میده که درگیریش در شهرها، جنگ در شهرها چندان آسان نیست. توجه داشته باشیم که کردستان تفاوت با سوریه داره. در سوریه در واقع یک اپوزیسیون با پشتیبانی نیروهای خارجی در صدد برآمده که دولت را از پا در بیاره. در ترکیه چنین قضیه‌ای وجود نداره و حزب کارگران کردستان ترکیه یا پیکاکا قصد سرنگونی دولت ترکیه را نداره. اگر دولت ترکیه در صدد باشه که در واقع جنبش کردستان ترکیه را سرکوب کنه، سرکوبی این جنبش بدون سرکوبی جنبش مردم کردستان در عراق که الان بخشی از کردستان را آزاد در اختیار دارند، و بدون برخورد با مردم کردستان روژاوا که همکنون در کنار آمریکا و روسیه با جریان‌های ارتجاع اسلامی می‌جنگند، کار اردوغان راحت نخواهد بود که به این راحتی سرکوب کنه. البته جنگ داخلی برای هر کشوری دردآوره، برای ترکیه هم دردآوره. پاسخ این شکست ها را در آینده بایستی کارگران و زحمتکشان بدن، هزینه این جنگ را بایستی کارگران و زحمتکشان پرداخت کنن. الان ترکیه با بحران اقتصادی دست به گریبانه. اگر قرار بشه دست به شدت دامنه سرکوب بزنه، بیگمان جریان‌های مبارز کرد هم بیکار نخواهند ایستاد، جنگ به مناطق ترک نشین سرایت خواهد کرد، زیرا جمعیت میلیونی کرد در استانبول و آنکارا و ترابوزان زندگی میکنه.
اگر قراره در ترکیه دامنه جنگ به جنگ قومی بکشه، به مراتب از سوریه وحشتناک‌تره. بنابراین یک احتمال این است که کشورهای اروپایی اگرچه تا امروز پشتیبان اردوغان بودن و اون را تقویت کردن و در جنایتی که الان در کردستان جاری است، اینها به نوبه خود سهیمند و شریکند، زیرا مرتب زیر پروبال اردوغان را گرفتن. در یک سال گذشته 4 بار صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر امور خارجه‌اش دیدار کرده و این دیدارها هیچ معنی نداشته جز اینکه تقویت موضع اون در داخل باشه. از این روی این چشم‌انداز تیره‌ای که در تداوم جنگ در خاک ترکیه ادامه داره میتونه تبدیل بشه به جنگ اقتصادی، میتونه صنعت توریسم ترکیه را فلش کنه، میتونه هواپیمایی ترکیه را فلش کنه و در واقع میتونه بحرانی را در ترکیه پدید بیاره که قبلا 4 دهه تمام ترکیه از اون بحران رنج میبرده، وقتی که مردم برای معامله مجبور بودن لیر ترکیه رو در بینی بریزن تا برن مثلا 1 کیلو گوشت یا 1 کیلو نون بخرن. اگر اقتصاد ترکیه کمی سرپا ایستاده، به دلیل این سرپا ایستاده که این کشور شرایطی رو فراهم کرده تا اقتصاد باربر بشه. جنگ اولین نتیجهش این است که بحران اقتصادی ایجاد میکنه. از این نظر چشم‌انداز من این نیست که حکومت اسلامگرای ترکیه بتونه به هدفهای خودش برسه، اگرچه تلاش میکنه با تغییر قانون اساسی و برقراری در واقع مجازات اعدام در اون کشور دست به سرکوب مخالفان بزنه. اما نباید فراموش کرد که احزابی در ترکیه هستن که این احزاب مثل حزب سوسیال دموکرات و حزب در واقع دموکراتیک خلقهای ترکیه که بیشترین جمعیتش کرده هستن و نیروهای پیشرو ترک و اقلیت‌های ملی و مذهبی دیگر هم در این حزب هستن، به این آسانی اینها تن نخواهند داشت. در نتیجه صحنه کشور مبدل خواهد شد به درگیری‌های متمادی بین موافقین و مخالفین، چون در پارلمان اکثریت نداره. میبایستی به حزب فاشیستی ترکیه آوانس بده تا اون به مجازات اعدام رأی بده، ولی اینکه اون حزب به مجازات یک نظام ریاستی رأی بده که بتونه حکومت را اسلامی کنه چندان در چشم‌انداز نیست. من ارزیابی این است که از اون حزبم رأی نخواهم داد و چه بسا اون حزبم دچار انشعاب بشه، بخشی از اونها در پایبندی با سیاست کمالیسم از رأی دادن به یک قانون اساسی اسلامگرا و یک قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی که رئیس جمهور بتونه انشاء قوانین کنه پرهیز خواهند کرد. با همه اینا شما از یه بنبست گفتین، یه بنبست این که بتونه این پروژه در واقع تک حزبی و ریاستی خودش رو چیه پیش ببره و اینها. و در این حال ما اشاره کردیم که سوریه، ما شاهد تحولات تازه بعد از 5 سال در سوریه هستیم. این تحولات رو اونجا شما چطور میبینید؟ یک پای جنگ در سوریه دولت ترکیه بوده. دولت ترکیه پشتیبان ارتش آزاد سوریه بوده. دولت ترکیه از همه گروه های اسلامگرای اونجا حمایت میکرده و به ویژه مدت 4 سال تمام
با داعش در معامله بوده، نفت ارزان مناطق تحت کنترل داعش را خریداری میکرده و در عوضش استراتژی اون را چه به لحاظ مواد غذایی، پوشاک و سلاح تامین میکرده. البته اونها یک منبع تامین اصلیشون خود آمریکا بوده، یک منبعش کشورهای عربی بوده و یک منبعش ترکیه بوده. الان که در سوریه جمهوری اسلامی با نفرات و تجهیزات کامل وارد جنگ شده و حزب الله لبنان که یک حزب مسلح است در 3 سال گذشته در جنگ بوده و ارتش روسیه هم با تمام توان، یعنی با استقرار اسکاد سی و اسکاد بی 400 و 300 در اون کشور مستقر شده و در ظرف میشه گفت 1 سال گذشته با شدت اینها مناطق تحت نفوذ هواداران غرب و ترکیه را در شهر حلب که شرق حلب بوده کوبیدن و الان در آستانه تخلیه کامل حلب هستند از وجود نیروهای اسلامگرا و نیروهای در واقع سازمان یافته شده از طرف ترکیه. خب در سوریه میشه گفت که یک بازنده هم ترکیه هست. ترکیه امیدوار بود که بخشی از خاک سوریه را اشغال کنه، همون بلند پروازی هایی که قبلا داشت و ادعا میکرد که شهر حلب و موسل، یکی در سوریه و یکی در عراق، جزء پیمان ملی بوده، میثاق ملی. این میثاق ملی را آخرین پارلمان دوره عثمانی تصویب کرد ولی وقتی که حکومت اسلامی سرنگون شد و کودتای آتاتورک گرفت این قضیه در واقع پذیرفته نشد. یکی به خاک عراق موندم شد، یکی به خاک سوریه موندم شد، یکی کرد و عرب بود، دیگری عرب بودن و در نتیجه این که ترکیه با این شعارها میخواست در واقع ناسیونالیست های ترک را جذب کنه اینجا شکست بوده. اقلیتی که از اینها در اون کشور موندن الان جریانی که از خودش طرفدار القاعده میدونه در سوریه به اسم های مختلف اومده، در حال حاضر اسمشون هست مجاهدین شام یا احرار شام و اسمای از این دور، اینها با ارتش آزاد ترکیه و همچنین با اون گروه های طرفدار آمریکا که مصطفی رنگی باشه، اینها 3 تا شهر کوچک را در اون قسمت دارن و در اون 3 تا شهر کوچک هم به احتمال زیاد تاب مقاومت زیادی ندارن، همینجور که اسد قبلا هم تهدید کرده بود با توجه به اینکه 2 پشتیبان نیرومند زمینی و 1 پشتیبان نیرومند هوایی داره، اسد تلاشش این است که تمام خاک سوریه را از وجود اپوزیسیون مسلح پاک کنه و بعد بیاد با اینها سر میز مذاکره بشینه، مثلا برای یک انتخابات آزاد در فرض کن چند سال آینده و اگر قراره که مثلا اسد که البته باید کنار بره به خاطر اینکه هیچ کس به اندازه اسد مسئول این همه جنایتی که در سوریه رخ داده نیست، این همه کشت و کشتار و این همه آوارگی و این همه ویرانی که شاید تا 50 سال آینده هم در واقع مناطق جنگی بازسازی نشه، اقتصاد بازسازی نشه، خب مسئول اصلیش فرد اول مملکته. همونطور که در ترکیه مسئولیت اصلی بر عهده اردوغانه، در سوریه هم مسئولیت اصلی
بر عهده شخص بشار اسد، بعد نوبت ماهر اسد میرسه، بعد نوبت سایر شخصیت ها میرسه. این است که به نظر من ترکیه شانسی دیگه نه در عراق داره و نه در سوریه. نیروهایی که از اون پشتیبانی میکردن یا از اون کمک دریافت میکردن شانسی در حکومت کردن این دو کشور ندارن، اگرچه رابطش با مسعود بارزانی صدر اقلیم کردستان یک رابطه دوستان است، اما این رابطه تا مادام نیست که در واقع تجاوز هوایی به خاک کردستان عراق صورت نگرفته. الان در بمباران هایی که در چند روز گذشته کردن، خب بخشی از عراق رو ویران کرده، ارتفاعات قندیل رو مرتبا بمباران میکنه، در حالی که بخشی از مردم کردستان عراق در اون قسمت گلهداری دارن، زندگی دارن، کشاورزی دارن و این عملیات اون مناسبات حسنه را هم تبدیل میکنه به مناسبات خصمانه. و در اون صورت همین الانش هم بخشی از مردم کردستان عراق، اقلیم کردستان، سخت به حزب کردستان ترکیه، به پکاکا سمپاتی دارن، پشتیبانی میکنن، به خصوص این که گروه یزیدی ها یا ایزدی ها اینها در واقع بخشی از حیات خودشون را مرهون کمک هایی میدونن که به موقع از جانب پکاکا بینا صورت گرفت و کرودیر را باز کرد تا بخشی از مردم و زمانشون تونستن به مناطق امن برن. در نتیجه شمس اردوان از اینکه در بین کردها یک اختلال ایجاد کنه و از این اختلال بهره‌مندی داشته باشه، یک قماری است که بیشتر باخت داره و بیشتر احتمال باخت داره تا احتمال برد. ممنون از سپاس از شما و با درود مجدد به بینندگان می‌تونید. سلام رفقا، عزیزان و مخاطبین گرامی برنامه گفتگوهای کارگری. از این هفته دفتری رو میگشاییم در این برنامه به نام آسیب شناسی جنبش کارگری ایران. تماسایی با ما قبلا فعالین کارگری خارج و داخل گرفته بودن مبنی بر اینکه به این مقوله رسیدگی بشه و بحث و بررسی روش صورت بگیره. فرصتی دست داد تا من این دفتر رو باز بکنم و مقولات مهمی که در این حوزه مطرحه با فعالین کارگری در میون بذارم. مهمان امروز من در این برنامه ایوب رحمانی از فعالین اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران در ایران هستند. درود بر شما رفیق ایوب رحمانی. درود بر شما بهروز عزیزم و درود بر همه شنوندگان رادیو همبستگی. خب در ارتباط با این مقوله من میخوام به فراز و فرود و خیلی کوتاه در اول برنامه به فراز و فرودهای جنبش کارگری ایران با هم اشاره داشته باشیم و یه مقدار علاقمندم در این ابتدا به چه باید کردها و چه نباید کردها پرداخته بشه. نظر تو رو میشنویم. در رابطه با فراز فرودها من به نظرم اگه تمرکز کنیم بحثمون رو تو دوره مثلا 10 سال اخیر، شاید بهتر بتونیم یه نتیجه گیری کوتاهی داشته باشیم، نه نتیجه گیری قطعی. به نظرم مثلا از سال دهه 80 که شروع کنیم، 80 شمسی شروع کنیم، مثلا اون اوجهاش از نظر تشکل یابی کارگرها
میتونیم به اصطلاح دست بهش بذاریم. اگر شما دقت کنید اون وقت بحث تشکل مستقل کارگری لاقل مجددن و به نوعی در جنبش کارگری یا در مبارزات کارگری مطرح شد و یه سری بحث های نظری در این رابطه قبلش مطرح شده بود، مثلا سال 2000 اشاره کنم یا همون اوایل دهه 80 این بحث تشکل مستقل کارگری از سوی بعضی از فعالین کارگری به هر حال مطرح شد و مابعضای عملی این، حالا نمیخوام بگم بلافاصله از اون نتیجه گرفته شد، ولی این بود که به هر حال تشکل مستقل کارگری ما شاهد وجود آمدنش بودیم که نمونه بارزش به نظر من سندیکای کارگران واحد بود، بعدش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بود که به هر حال تلاش‌های به نظرم جانانه‌ای کردن برای اینکه تشکل مستقل کارگری را به شکل سندیکا ایجاد بکنن و همزمان در اون دوره شاید بسیاری از شنوندگان شما به خاطر داشته باشن که کمیته‌های همبستگی یا کمیته حمایت از جنبش کارگری به وجود اومد که مثلا میتونم به کمیته هماهنگی اشاره کنم، به کمیته پیگیری اشاره کنم که اینا به هر حال فعالینی بودن، حالا فعالین کارگری بودن که اساس کارشون حمایت از بستر جنبش کارگری، خب بخشی از کارگران هم درش متشکل بودن. این به نظرم به اون قسمت فرازش بود که شما مطرح کردید. از نظر تشکل یابی بعد از اون ما با فرودهایی روبرو بودیم، به نظرم در بخصوص در شرایط حاضر این فرودها را از جنبه کل مبارزات کارگری نگاه نمی کنم، از جنبه تشکلیابی نگاه می کنم. شما الان نگاه کنید، خب عملا به نظر من سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه می تونم بگم وجود خارجی نداره متاسفانه، یعنی از اون کاری که اون کارگرها شروع کرده بودن، از اون تشکلیابی که شروع کرده بودن چیزی باقی نمونده. ولی در رابطه با سندیکای کارگران واحد، خب این سندیکا هنوز وجود داره به صورت دو فاکتو، یعنی منظورم این استش که هم به عنوان سندیکا نذاشتن که این سوخت ساز طبیعی خودش رو داشته باشه، مجمع عمومی رو داشته باشه، گردهمایی خودش رو داشته باشه، هیئت مدیره جدید انتخاب کنن، اون کاری که به هر سندیکا باید بکنه خب اینو نذاشتن. ولی از نظر دیگه اینا هنوز به هر حال از سازماندهی برخوردارن، بعد فعالیتایی رو دست در دستور کار خودشون دارن. همین افراد، همین فعالین کارگری که اون سندیکا رو به وجود آوردن با بدنه به اصطلاح کارگری هنوز ارتباط دارن. خب اینا میتونیم ببینیم که هنوز هستش، ولی موزل اصلی در رابطه با اون فرود همچنان پاورجاست و اون عدم، نمیخوام بگم عدم سازماندهی، یعنی سازماندهی فراگیر کارگری رو ما شاهدش نبودیم، نیستیم و این هم یکی از معضلات به نظرم بنیادی جنبش کارگری، معضلات اصلی جنبش کارگری در حال حاضره. فقط این جمله رو هم اضافه کنم، این به معنی این نیست که مبارزات کارگری ما نداریم. یعنی الان شما نگاه کنید به جامعه ایران، از بین جنبش های بزرگ اجتماعی مثلا مثال بزنیم، مثلا جنبش دانشجویی، جنبش زنان و نمیدونم حالا بتونیم بگم جنبش مثلا مترقی، تنها جنبشی، تنها به اصطلاح طبقه ای که داره مبارزه میکنه و به صورت عینی و به صورت گسترده و سراسری در پهنای ایران داره مبارزه میکنه، مبارزات کارگری هست. یعنی شما هر روز شاهد اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگری، تجمع کارگری، خب این چیزش هست. یعنی شما به همین سایت هم که نگاه کنید یا به خود سایت اتحاد نگاه کنید، ما مثلا سال پیش یه جمع‌بندی کردیم از تعداد مبارزات کارگری، این واقعا یه افزایش بسیار چشمگیر رو در سالهای گذشته نشون میده که حالا میتونیم بهش بپردازیم. یعنی جنبش کارگری رو ما داریم، مبارزات گسترده کارگری داریم، ولی موزل اصلی ما این هستش که اون سازماندهی سراسری وجود نداره متاسفانه و موزل من در این میده. این خودش چیزی که گفتی ایوب، خب جای سوال چرا در کنار این گفته میشه که بسیاری از گروه ها و فعالین کارگری، به ویژه گروه های کارگری که در قالب یک تشکل فعالیت میکنن، چون فعالین منفرد که اساسا منتقد این گروه ها هستن، به خاطر همین هم که هست نرفتن در این گروه ها، به هر حال منتقدینی دارن این گروه ها در
ارتباط با مبارزات کارگری. اولا اینها مبارزاتشون معطوف به حرکت‌های توده‌ای نبوده یا در رابطه با وحدت عمل بسیار کمرنگ ظاهر شدن. اتحاد عمل‌هایی که میبایست در مقاطع مختلف صورت میگرفت این یا نشده یا بسیار کمرنگ بوده، یا اینکه گروه های کارگری بیشتر معطوف به رقابت های درونی و بیرونیشون هستند و یا به عنوان مثال واکنشگرا هستند و واکنشی در رابطه با مسائل جنبش کارگری عمل میکنن و ارتباط به مراتب کمتری با تو مبارزات توده‌ای کارگران دارن. اون مبارزات گفته میشه که خود سازمان یابی درش وجود داره و از درون اینها خودشون سازمان میدن. این ارتباط تنگاتنگ با مبارزات توده‌ای گفته میشه که در بهترین حالت بسیار کمرنگه. تو با این مقولاتی که الان من مطرح کردم چقدر موافقی و چقدر مخالف؟ نکته اصلی به نظرم تو سوالی که شما مطرح کردید اشاره کردید به خود سازماندهی کارگرا. ما اگر رو این به نظرم تمرکز کنیم شاید بتونیم یه نتایجی ازش بگیریم. ببینید که به درستی شما اشاره کردید از خود سازماندهی کارگرا. وقتی شما به این اعتراضات، به این تجمعات، به این اعتصابات نگاه کنید، حالا چه سر دستمزدهای معوقه باشه، چه سر اخراجها باشه، چه سر خواستهای افزایش دستمزد باشه و مسائل دیگه کارگری، وقتی که نمیدونم به فرض از دسپول مثلا کارگرا بلند میشن میرن تا جلوی مجلس، یا مثلا کارگران بادخو ما چند سال پیش داشتیم که مثلا هزاران کارگر دست به اعتصاب 50 روزه میزنن، خب این مشخصه که اینا از یه نوع سازماندهی برخوردارن. یعنی بدون یه سازماندهی اصلا امکان نداره که این مبارزات به این صورت شکل بگیره. یا کارگرایی که جلوی مجلس جمع میشن از نقاط مختلف ایران میان اونجا، حالا بازنشسته باشن یا کارگرای شاغل باشن فرقی نمیکنه، اینا از یه نوع سازماندهی برخوردارن، شکی درش نیست. یعنی این مبارزات به این صورت وقتی 2000 نفر، 1000 نفر، 500 نفر، حتی 100 نفر کارگر تصمیم میگیرن یه حرکت مشترکی رو انجام میدن، به هر حال یه سازماندهی ازش برخوردارن. مشکلی که هست، یعنی مشکل عمومی که به نظرم هست، این نوع سازماندهی ها شاید تو بعضی از قسمت ها موفق باشن، حتی به خواسته های اون بخشی از کارگرها که درش دخالت دارن پاسخ بده، که اکثرا هم پاسخ نداده به خاطر حالا مسائل دیگه که شاید بتونیم بپردازیم بهش اینا. ولی مشکلی که طبقه کارگر به نظر من داره، یه سری مشکل های مشترکی هست که مال عموم طبقه کارگره، بعد این سازماندهی های خرد، این سازماندهی در محل کار که معطوف به اصطلاح حرکت اعتراضی هستش، اینا متاسفانه نتونستن به اصطلاح به صورت فراگیر عمل کنن. یعنی پیوندی بین این خود سازماندهی های موجود وجود نداشته در سطح سراسری. مثلا شما یکی دو نمونه من مثال بزنم، مثلا دستمزدهای معوقه رو در نظر بگیری، کارگرایی که نمیدونم کار کردن 8 ماه 1 سال دستمزدشون دریافت نکردن، این در سراسر ایران به صورت امر گسترده و متاسفانه عادی در اومده، ولی همزمان مبارزن بر علیهش از کارگرها جمع میشن جلوی کارخونه، جلوی نمیدونم اداره کار، جلوی فرمانداری و اعتراض کردن حالا در شهرهای مختلف، ولی شما یه چیزی بینشون نمیبینی، یه همبستگی، یه هماهنگی سراسری توش نمیبینی. این در رابطه دستمزدهای معوقه. در رابطه با حداقل دستمزدها درسته، خب هر سال این حداقل دستمزدها رو تعیین میکنن، یه سری مخالفت ها صورت میگیره به خصوص از طرف فعالین کارگری نقد میکنن، ولی ما شاهد چیز نیستیم، شاهد یه مبارزه هماهنگ گسترده سراسری نیستیم در رابطه با مثلا حداقل دستمزدها. درباره اخراج ها هم به همین صورت کارگرها حتی میبندن جاده ها رو میبندن، اینا شاهدش بودیم دیگه در این چند سال به خصوص. اینا چرا نیستیم ایوب جان؟ چرا؟ آره برمیگرده به همون مسئله کلیدی که من میخواستم بهش اشاره کنم. به نظرم یکی اون مسئله خود سازماندهی، یعنی مشکلی که بهش اشاره کردم که
سازماندهی ندارن کارگرای ایران. من منظورم فقط تشکل مستقل کارگری نیست، یعنی سازماندهی که ارتباطی با هم، این خود سازماندهی ها ارتباطی با هم دیگه داشته باشن، اینو مفقوده به نظرم در شرایط حالا. یکی از دلایل اصلیش به نظرم، همه بکنم اتفاق نظر داریم در این زمینه، خب سرکوب گسترده و استبداد سیاسی که در ایران حاکم هستش نمیذارن. ما مثلا سندیکای هفت‌تپه رو سرکوب اساسا نذاشت که سوخت ساز طبیعی خودش داشته باشه. در رابطه با هفت‌تپه هم تا حدود خیلی زیادی عامل اصلیش سرکوب بود. یکی از معضلاتی که داریم مثلا مسئله سرکوب سیاسی و استبدادی که در ایران هست، ولی معضل اصلی اینه که خب این سرکوب هست، حالا چه باید کرد در این شرایط، یعنی این مانع هست. من فقط یه مثال بزنم، مثلا خب این انتقاد به فعالین جنبش کارگری، همه به حق به خودمون انتقاد میکنیم که نتونستیم به این پاسخ بدیم، ولی آنچه که مشخصه این معضل هست، یعنی معضل هم این نیست که میگم توافقی هم وجود داره. مثلا شما کانون نویسندگان رو در نظر بگیرید، حتی اونا هم نتونستن که نمیدونم حتی مجمع عمومی خودشون داشته باشن. یعنی مشکل بسیار سراسریه این مسئله بسیار سرکوب اوریان سیاسی که در ایران حکمه. این یکی از موانع. حالا میتونیم به موانع دیگه هم بپردازیم. مثلا بعضی از دوستان مطرح میکنن که بخشی از بسیار زیادی از کارگران ایران در کارگاه کوچه کار میکنن و عملا سازماندهی اینا به صورت تشکلیابی اینا مشکل ایجاد میشه، ولی خب اینم پاسخ نیست. یعنی میخوام این تا حدودی دست به واقعیت میذاره بدون که پاسخ بهش بده. مثلا من این نمونه مثال بزنم، همین اخیراً تو آمریکا کارگران مکدونالدز، این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که غذاهای آماده میفروشن، اینا برای حداقل دستمزد، یعنی مثلا 15 دلار دستمزد، یه حرکت اعتراضی سراسری سازمان دادن، علی‌رغم اینکه تو خیلی از جاها بالاخره اون کارگرا مثلا 10 نفرن 15 نفرن، یعنی کارگرایی نیستن که مثلا 5000 نفرشون در یه محیطی متمرکز شده باشن و هم دیگه چیز کنن، ولی به هر حال این شدنی بوده. یعنی میخوام بگم که علی‌رغم این مشکلاتی که داریم این شدنی هست. نظر من اینه که ما الان تو این شرایط، حالا به صورت نظر پخته ای نیست ولی دوست دارم با شما و شنوندگان رو مطرح کنم، به نظرم مشکلی که ما الان داریم این هستش که اگر ما وارد این بشیم که کارگرها در هر کجا میتونن تشکل مستقل سراسری رو تشکل مستقل خودشون رو تشکیل بدن و این تشکل‌ها به هم بپیوندن و یه تشکیلات سراسری به وجود بیارن، این عملا تجربه نشون داده که شدنی نیست. خب رژیم میره مجموعیشو به مجموعی‌ها حمله میکنه، اعضایی که انتخاب شدن دستگیر میکنه، زندان‌های دراز مدت بهشون میده، اجازه برگزاری مجموعی رو نمیده. خب یعنی پس به نظر من این راه نیست. یه راه دیگه ای که تنها، شاید بگم تنها راهی که در مقابل کارگران و فعالین جنبش کارگری به نظرم باقی میمونه این هستش که بتونیم به صورت جنبشی به اصطلاح سازماندهی بشه مبارزات کارگری. و اینم منظورم اینه که مثلا ما بتونیم اون نقطه مشترکا معضلات اصلی رو پیدا بکنیم و رو اون کارزارهای صورت بگیره و اون سازماندهی های خود سازماندهی هایی که صورت میگیرن اینا از طریق این مبارزات، از طریق این جنبش ها به هم دیگه، از طریق این مبارزات به هم دیگه مرتبط بشن. مثلا نمونه مثال بزنم، مسئله دستمزدهای موقته، نمونه دیگه از حداقل دستمزدها، نمونه دیگه عدم امنیت شغلی، نمونه دیگه خواستای بازنشستگان. این 5-6 تا خواستایی که هستش اینا میشه رو این خواسته ها یه حرکت جنبشی رو سازماندهی کرد. کار گفتنش ساده است ولی انجام دادنش مشکله، ولی من راه دیگه‌ای به نظرم نمیاد. مثلا تو به تاریخچه جنبش کارگری هم نگاه میکنم، اونجایی که در شرایط ما قرار داشتن، در شرایط استبدادی قرار داشتن، همین کار شده. مثلا تو انگلستان مثلا جنبش چارتیستا روش 6 تا، من نمیخوام بگم کپی برداری کنیم، روش 6 تا خواسته که منشور به صورت جنبش کارگری بود اینا متشکل شدن و بر اساس اون خواسته‌ها در محل‌های مختلف، در شهرهای مختلف کارزارها، کمپین‌ها، اعتراضات، تشکلات درست کردن و حول اون خواسته مثلا یه مبارزه سراسری رو پیش بردن. به یکی از برجسته‌ترین به نظر من برآمد اولین و برجسته‌ترین برآمد جنبش کارگری بود. نمی‌خوام بگم کپی برداری کنیم، ولی این میشه از این نمونه‌ها
درس گرفت. نمونه دیگه که بازم در شرایط بازم میتونم بگم استبدادی بود، مثلا نمونه لهستان رو میتونم مثال بزنم، اون جنبش همبستگی، کاری نداریم به رهبری اون جنبش، ولی اینا به هر حال نشون دادن که از طریق مبارزات جنبشی میشه این توازن قوا رو به هم زد. ایوب ببین، در رابطه با این مقولات تو واقعا از آرزوهای مشترک خودمون، من تو دیگر فعالین کارگری صحبت کردی، اما مد نظر ما در این برنامه پرداختن به موانع، نشانه گرفتن چیزهایی که به جنبش کارگری آسیب زده و ارائه راهکارهایی در همین رابطه. مثلا به عنوان مثال، ما در رابطه با مقوله سازمانیابی با موانعی روبرو هستیم. به درستی هم تو هم دیگر فعالین کارگری روی مقوله امنیتی بودن فضای فعالیت در ایران انگوش گذاشتی، اما خودت بهتر میدونی که ما همه چی رو نمیتونیم با مسئله امنیتی توضیح بدیم. که خب این مقوله‌ای که در درون خود گروه های کارگری عمل میکنه به عنوان مانع چیه و فیما بین گروه ها عمل میکنه، اونها کدوم؟ ما اگر نتونیم موانع رو شناسایی کنیم، اون وقت ما نمیتونیم راهکارم ارائه بدیم. من به نظر من برجسته کردن این مسئله پر واضحه که برای گوینده و شنونده ممکنه تبعات سیاسی و غیره داشته باشه، اما ما ناچاریم که بپردازیم به این مقولات و در بیاریم ببینیم که چرا کمیته هماهنگی موفق نبوده در روندی که طی می‌خواسته بکنه تا کنون، همچنین اتحادیه آزاد کارگران و و و این چرا موفق بوده به رغم همون موانع امنیتی. سندیکای کارگران شرکت واحد چرا موفق به نسبه موفق عمل کرده؟ خب اینها مواردی که رفقای فعالین کارگری میخوان روش ما فوکوس بکنیم، اگه ممکنه روی این حوزه بیشتر صحبت بکنیم. بله، ببینید در رابطه با خود موزلی که هستی یه مقدارش به خود ما برمیگرده، یعنی ما باید یه نگاهی هم به درون بکنیم، از درون بکنیم به جنبش کارگری و گرایشایی که هستن. من شما الان در حال حاضر که با هم دیگه صحبت میکنیم، به هر حال یه گرایشایی در کسایی که معطوف به جنبش کارگری هن یا فعال کارگری هن یا کارگران آگاه، به صورت شاهد یک گرایشایی هستیم. به نظر مثلا یکی از ببینید، اولا تو شما وقتی که از سازماندهی صحبت میکنیم و از عدم سازماندهی، نداشتن سازماندهی سراسری در جنبش کارگری ایران صحبت میکنیم، باید در نظر بگیریم که از نظر حقوقی، از نظر قانونی، طبق قانون کار اصلا تشکل مستقل کارگری ممنوع هست. یعنی بر طبق اون ماده قانون کار فقط همون دو سه تا تشکل دستساز دولتی مثل شوراهای اسلامی، نمیدونم انجمنهای صنفی به رسمیت شناخته شده. یعنی از نظر قانونی با این مانع قانونی برخورد داره. راهش چیه؟ راهش اینه که اگر کارگران میخوان تشکل یابی کنن، در واقع قانون شکنی باید بکنن و اینم با سرکوب امنیتی به خودی خود روبرو خواهد. راهش هم دیگه، راه دیگه هم وجود نداره. بعد اون وقت هستش که مثلا توازن قوا تعیین میکنه که کارگران تا چقدر پیشروی دارن. ولی در خود مثلا جنبش کارگری که خب گرایش‌های مختلفی، یا کسایی که مثلا به جنبش کارگری نظر دارن، خود گرایش‌های مختلفی وجود داره که این گرایش هم در پاره مسائل به نظر من یاری دهنده نیست، کمک دهنده نیست. مثلا یک گرایش قانونگرایی وجود داره که خب میشناسیم مثلا افرادشو، مثلا حسین اکبری، آقا جری، اینا کسایی هستند که در رابطه با جنبش کارگری نظر میدن و جز اون تشکیلات های وابسته حکومتی هم نیستن. اینا به هر حال قانونگرایی میکنن و امیدشون اینه که تبلیغ هم میکنن، امیدشون هم اینه که در جنبش مثلا با وحدتی بین فعالین کارگری و همین سندیکاهایی که مثلا سندیکای شرکت واحد که وجود داره و فعالینش و فعالین دیگه کارگری، با بعضی یا با بخشی از این تشکیلات دستساز حکومتی میشه یه وحدت عملی کرد و برای چیزای کارگری پیش برد. که مثلا نمونهش همین در رابطه با تظاهراتی که برگزار شد جلوی مجلس در مقابل، در اعتراض به اصلاح لایحه قانون کار، خب یکی از اینا هم مطلب نوشت و دوباره درخواست وحدت عمل بین فعالین سندیکای کارگری و
چیز مطرح کرد، به این تشکلات وابسته حکومتی رو مطرح کرد. این گرایشی که به نظرم مخربه برای جنبش کارگری، چون راه به جایی نمیبره. اگه قرار بود این تشکیلات های حکومتی که عملا نقش جاسوسی و سرکوبگرانه دارن به نفع تشکل یابی کارگر حرکت میکردن، خود حالا حرکت شده بود و الان تشکلات کارگری سازماندهی داشتن. این به نظرم یه گرایشی هستش که ما میبینیم و به نظرم هم مخربه. گرایش دیگه ای هستش که اصلا به طور کلی تشکل یابی کارگرها رو به امر محال معطوف میکنه. مثلا در رابطه میتونم نظر بدم، مثلا کسایی که به لغو کار مزدی معتقدن و کسایی که الان در حال حاضر تشکل یابی کارگرها رو به عنوان سندیکالیست و به عنوان سندیکالیست گرایی محکوم میکنن به نوعی و خواهان برگزاری شوراها هستن. خب اینا هم یه نظراتی به صورت در حالا نمیگم نظرات غالبه، ولی نظراتی در جنبش کارگری هستش که به نظر من منظورتون گرایش لغو کارمزدیه؟ بله لغو کارمزدی. بله. بعد خب این نظراتی حالا خوشبختانه میگم نفوذ چندانی ندارن در جنبش کارگری، ولی این نظرات هستن. یه نظراتی که شوراها را در مقابل سندیکا قرار میدن و هر نوع تشکل یابی فعلی کارگرها را به این دلیل که نمیدونم شورایی نیست و نمیدونم سندیکالیسمه و با توجه به تجربه سندیکا عملا غیر مستقیم محکومش میکنن یا بالاخره یاری دهنده نیستن. این هم یه تشکلیه که به نظر من مضر برای جنبش کارگری آلاگت وقت شد. میگیم چرا اون تشکلهای دیگه که شما اسپوردی حقیقتش مثلا کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری اینا یا کانون مدافعان حقوق کارگر، اینا تشکلهایی نبودن که در محیط کار شکل گرفته باشن و پایه کارگری در مراکز یا اتحادیه آزاد کارگری، اینا تشکلاتی نیستن و نبودن که در محیط کارگری شکل گرفته باشن. این به معنی این نیست که بعدن هستن، اصلا بحثم این نیست. و خب اینا خب نتونستن به دلایلی که خیلی زیاده، یعنی مثلا در رابطه با کمیته هماهنگی شما بهتر از من میدونید، یعنی افرادی از کمیته هماهنگی بیان بعد توضیح بدن که خب چرا نتونستن، یعنی اون اهدافی که چیز کردن که کمک کنن به ایجاد تشکل‌های کارگری، خب چرا نتونستن کمک کنن و یا چه حرکتی کردن و با مانع روبرو شدن؟ آیا فقط سرکوب بود یا یه سری از عوامل درونی، اختلافات، تنگ نظری‌ها، سکتاریسم؟ اینا معضلاتی هستش که در جنبش کارگری هم مثل هر جنبش دیگه هستش. البته میدونم این عبارت کلی‌گوییه، ولی هر کدوم از این تشکل‌ها یه سری مشکلات خاص خودشونو دارن، یعنی به صورت کلی با یه چوب همه رو راندن درست نیست. ولی من میگم یکی از دلایل اصلیش خب اینا عدم اون ارتباط واقعی یا به قول معروف ارگانیک با بدنه کارگری در ایران یکی از دلایل اصلیش بوده که بخوام در مقابل در رابطه با همه اینا مطرح کنم. یه سری تشکلات در خارج از کشور هستش که اون موضوع جداگانه است. من میتونم بگم حالا شاید هم بهتر من میتونم در اون رابطه صلاحیت داشته باشم که بهتر بگم، مثلا در خود اتحاد بین المللی، کمیته های همبستگی یا فعالین کارگری که در خارج از کشور هستن که میتونم اشاره کنم که معضل اینا و مشکل اینا چیه، نقششون تا چقدر مثبت بوده چقدر منفی بوده. بس. اون چیزی که در این میان مطرحه تو صحبتات بود، ما وقت زیادی هم برای پرداختن به این موضوع در این برنامه نداریم، 5-6 دقیقه بیشتر ما فرصت نداریم. توی صحبت‌های خودت بود که اینها خارج از محیط کار شکل گرفتن، همه اینا درست، ولی ایوب جان در رابطه با مثلا کمیته هماهنگی، این کمیته تعریفی که برای اهدافش برشمرده کمک به سازمانیابی کارگریه. ما میخوایم جستجو کنیم ببینیم که کجاها این کمک صورت گرفته برای سازمانیابی کارگری، همینطور اتحادیه آزاد کارگران کجاها این کمک رو انجام داده. این دوستان به درستی هم اتحادیه آزاد کارگران هم کمیته هماهنگی اومدن مباحثی رو مطرح کردن در سایت هاشون و ما خوندیم، اما توی پراتیک اجتماعی ما یه خلأ بزرگی رو شاهد هستیم. این خلأ بزرگ ناشی از نوع نگاه این دوستان هست و یا علت دیگری داره من میشه بهش نگاه کرد. در ضمن اینجا به اسامی
اشاره شد به عنوان قانونگرا، خب خود اون دوستان این رو قبول ندارن. آقای کاظم فرج اللهی، آقای حسین اکبری، اونا میگن ما منتقد قانون هستیم. لذا به هر حال چه اون دوستان چه دوستانی که از نظرات اونا دفاع میکنن حق دارن که در این برنامه بیان بگن که این بوده یا نبوده. به هر حال ما میخوایم این نگاهی که دقیق تری داشته باشیم در رابطه با عملکرد و سیاست گذاری های گروه های کارگری عیب جان به مسائل به مراتب مشکل تری برمیخوریم. تو با این نظر موافقی؟ من موافقم این چیزی که میگید و اشاره کردم. مثلا هر کدوم از این تشکلات مدافع به اصطلاح کارگری را، اینا تشکلات به نظر من مدافعان کارگری بودن، حمایت کنندگان از کارگری بودن و هستن، مثل کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و اتحادیه آزاد کارگران و کانون مدافعان حقوق کارگر. اینا تشکلی همونجوری که گفتم تشکلی نبودن که از اولم نبودن و مدعیش هم نبودن، تشکلی نبودن و نیستن که از محیط کار برخواسته باشن، پایه کارگری داشته باشن، بعد این ادعا هم نداشتن. در نتیجه دلایل عدم موفقیت اینا رو مثلا در رابطه کمیته هماهنگی شما بهتر از من میدونید که چی گذشته، چون اون چیزی که من بوده حقیقتش اینه که خود نگاه میکردم به ادبیات اینا، به فعالیت های اینا. من اگه بخوام یه پا نظر بدم در رابطه با کمیته هماهنگی یا در رابطه با اتحادیه آزاد کارگری، اینا تو بخشایی که اون مسئله تبلیغات بوده، مسئله بسا دست گذاشتن رو بعضی از مسائل کارگری، افشاگری ها، حمایت از فعالین به اصطلاح کارگری، خب تا حدودی به نظرم نقش خودشون رو ایفا کردن، تا اونجا که میتونستن به هر حال کمک دهنده بودن، ولی در اون اهدافی که داشتن بالاخره موفق نبودن. حالا چرا نبودن؟ من مثلا اتحادیه آزاد کارگری رو در نظر آزاد کارگران در نظر بگیریم، خب من نگاه میکنم به سایتشون، خب من در ایران نیستم، در واقع ما در ایران نیستیم، خب نگاه میکنم به سایتشون، به فعالیتاشون دنبال میکنم و میبینم که اینا خود دست میذارن رو بعضی از معضلات کارگری، مثلا در رابطه با همین مثلا حداقل دستمزد، با خیلی کوششایی کردم در رابطه با اعتراض به حداقل دستمزد، امضاهایی جمع کردن در رابطه با مثلا این اصلاحیه قانون کار، خب اینا یه حرکتوری سازماندهی کردن، جلوی مجلس رفتن، خب اینا قابل به نظرم قدردانی هست. در همین سطح هم به صورت باید ازشون حمایت کرد، تقویتشون کرد، وقتی رژیم سرکوبشون میکنه باید ازشون، حالا وظیفه ماست که به صورت به عنوان فعال کارگری ازشون رو حمایت بکنیم، ولی به نظر من این اون چیزی نیست که حتی خود این تشکیلات برای همجوری که خودتون هم اشاره کردی براش به وجود اومدن و به اهدافی که باید برای خودشون گذاشتن نرسیدن. یعنی اگر بخوایم یه ارزیابی کلی بکنم، من به نظرم در رابطه با کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری متأسفانه به طور کلی به شکست منجر شده. من میگم حالا دلایل این شکست رو میشه با خود اون فعالین باید صحبت کنید که چرا نتونستم به اون اهدافشون برسم، ولی من میگم یکی از دلایلش عدم ارتباطگیری اینا با مثلا فعالین کارگری بوده، با محیطای کار بوده، نداشتن پایه کارگری بوده، عدم حضور در مثلا مراکز کاری بوده. من نمیدونم اینا در ابتدا فکر میکردن که چجوری میتونن مثلا این کارو بکنن، و ولی اون چیزی که مشخصه خب نتونستن به اون هدفشون برسن. بله بحث بسیار، ما متاسفانه وقت محدودی داریم، امیدواریم بتونیم در برنامه های آینده با خودت بیشتر در این رابطه در ارتباط با حوزه های دیگه، حوزه های خارج از کشور، برخورد احزاب چپ به مقوله جنبش کارگری و غیره صحبت داشته باشیم. اما همینجا ما میتونیم با تو بدرود بگیم و اگر نکته ای داری ما گوش میکنیم. منم بدرود میگم به شما.